روزتون بخیر باشه. تا هفته کافی دوست داشتید میتونید اضافه در آخر اضافه میشه و همینطور گردونی غذا استفاده بکنید تو بیر بزنیم و کمی تفت بودیم کمی بهش آب اضافه و این مسئله کشکی باید در ارز بکنم که خیلی سنتی ما از آذربایجانی ها هستش، مخصوصا آنتی‌اکسیدان و ضد سرماخوردگی هست. بالاخره ما در شهر سلویس هلند هستیم. سلام دوستای گلم، امید که حال احوالتون خوب باشه، شب و روزتون بخیر باشه. امروز هم وقت کردیم یکی از غذاهای محلی آذربایجان رو، به خصوص آذربایجان غربی، شهر خوی رو برای شما عزیزان معرفی بکنیم. دیار غربت، اما غذای محلی و آذری. خب امروز می‌بینیم که با هم داشته باشیم غذای آذری و ترکیه چروتمه رو، که میخوام این چروتمه رو برای شما عزیزان معرفی بکنم. امید که خوشتون بیاد و حتما درست بکنید و لذتش رو ببرید. بریم به مواد لازم. لازمی که برای این خوراکی یا در واقع چروتمه نیاز داریم، پیاز خرد شده هست به حد کافی، فرض کنید برای 4 نفر 2 عدد کافیه. گوشت چرخ کرده رو داریم، ما اینو اضافه میکنیم، ولی خب اینم باز اختیاری، اگر شما دوست داشتید میتونید اضافه کنید، میتونید نداشته باشید. بعد نعنای خشک هست که طعم خاصی رو به این غذا میده. بعد کشک هم که در آخر اضافه میشه و همینطور گردوی خرد شده هستش که به این غذا اضافه میشه و لذت خاصی رو برای این غذا میده، که همراه با نون و نونم خورده میشه، که شما به عنوان یک سوپ یا به عنوان یک آش میتونید از این غذا استفاده بکنید. بریم که داشته باشیم مراحل کار رو. خب دوستان عزیز، برای اینکه خوشمزه بشه کمی زرد چوبه و فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنیم که طعم خاصی رو به این حلوا غذا میده. خب دوستان عزیز، در این مرحله گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم، به اضافه یه نمک و یه مقدار فلفل. خب در این مرحله که گوشتمون قشنگ تفت داده شد، کمی بهش آب اضافه میکنیم. پیاز سرخ شدهمون رو بهش اضافه میکنیم. و در این مرحله کشکمون رو اضافه میکنیم. بازم اگر نیاز بود کمی دوباره آب بهش اضافه میکنیم و در مانیتور میذاریم تا یه مقدار خودشو پیدا کنه و جوش بیاد. خب دوستان، بعد از اینکه غذامون بعد 10 الی 15 دقیقه جا افتاد، کم کم غذامون رو میکشیم و از یه طرف هم نعناداغ رو آماده میکنیم که طعم بسیار خاص و زیبایی رو به این غذا میده، که حتما ما شما عزیزان دوست خواهید داشت. من خودم همیشه عاشق این غذا بودم و در واقع بریم که داشته باشیم بقیه مراحل رو. خب دوستای گلم، غذامون آماده شد و داریم میکشیم. این موضوع رو باید خدمتتون عرض بکنم که این غذای سنتی ما آذربایجانی ها هستش، مخصوصا تو شهر خوی به خاطر فراوانی پیاز و اینکه پیاز خودش یه آنتی اکسیدان و ضد سرماخوردگی هستش، معمولا در فصل زمستان این غذا درست میشد و اینکه همه افراد جامعه میتونستن این رو چیکار کنن، تهیه بکنن. و در این مرحله بعد از اضافه کردن
نناداغمون در مرحله آخر گردوی خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. خب شما عزیزان میتونید این غذا رو همراه با نون هم سرو بکنید و حتی بعضی ها تلیت میکنن که من خودم دوست دارم که تلیت هم باشه. خب معمولا این غذا به صورت تلیتی خورده میشه و شما عزیزان میتونید هر نونی که دارید باش تلیت درست بکنید و اون رو سرو بکنید بخورید و جونتون باشه. امیدوارم که این غذا هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بالاخره ما در شهر اسلویس هلند هستیم و یادی میکنیم از غذاهای سنتیمون و امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. خب دوستان گلم، در این برنامه به پایان برنامه رسیدیم. امید که این غذا هم مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر دوست داشتید از این نوع غذا هم در برنامه‌مون آموزش داده بشه حتما در کامنت ها بنویسید. لطفا اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید حتما لایک بکنید، با دوستاتون شیر کنید و برای ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب بکنید. با امید دیدار، خداوند یار و نگهدارتون.